رئیس شرکت افچین در دیدار با شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم از حفاری 24 حلقه چاه جدید در ساحات حوزه آمودریا و ایجاد کارخانه پروسس تیل خبر داده است. با حفر 24 حلقه چاه جدید در ساحات آمودریا تا 2000 تن نفت بر سطح استخراج روزانه در کشور افزوده خواهد شد. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید که سرپرست این وزارت در این دیدار روی شفافیت استخراج نفت گاز، ساخت ذخیره‌گاه های تیل با ظرفیت 60,000 تن، ایجاد فابریکه تصفیه تیل، ترمیم 2 حلقه چاه جدید و حفر 22 حلقه چاه جدید از حوزه آمو صحبت کرده است. پلان کې لرو چې 2040 کال تر پای پورې 490 څاګانې حفاری او ترمیم کو، چې په هغه کې به د 290 څاګانو حفاری او د غیر فعال څاګانو ترمیم او فعالول شامل وي. همدارز د سروې په اړه باندې نوموړي زیاته کړه چې دوی پلان کې لري چې د دې کال تر پای پورې 150 کیلومتر مربع مساحت صحیح سره دو بودی او درې بودی سروېګانې وکړي. آقای افغان می گوید در بخش پروسس نفت یک کارخانه معیاری ساخته می شود. همچنان در بخش استخدام کارگران با وزیر صاحب صحبت شد که باید انجینران افغان گماشته شود. ذبیح الله مجاهد میگوید آهسته آهسته انشاءالله افغانستان از لحاظ نفتی به سوی خودکفایی می رود. گاز، تیل و مواد نفتی دیگر را از کشور خود خواهد داشتیم و در سالهای بعدی تلاش می کنیم که افغانستان در این راستا به خودکفایی برسد. بر بنیاد آمارهای وزارت معادن و پترولیم، 5 حوزه نفتخیز در افغانستان وجود دارد که حوزه آمو از بزرگترین حوزه های نفتخیز کشور است. با این حال، شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری روی استخراج معادن به ویژه نفت را در خود بسندگی افغانستان در بخش تیل و گاز مهم می داند. مواد نفتی که از کالای استراتژی کشور هست که سالانه نزدیک به 3 میلیون تن مصرف مواد نفتی در افغانستان داریم و از این که ما ظرفیت تولید نفت و معادن استخراج نفتی در کشور وجود داره، آغاز از این و توسعه چاهای نفت افغانستان از نظر اقتصادی و خودکفایی نفت به نفع کشور است. امیدوار هستیم که با شرکت هایی که صحبت شده توسعه بده و این ظرفیت ببره بالا تا که ما حداقل از واردات نفت بی نیاز شویم. آگاهان مسائل اقتصادی میگویند استخراج حوزه های نفتی در کنار این که باعث ایجاد هزاران شغل به شکل مستقیم و غیر مستقیم برای مردم می شود، درآمد ملی افزایش می دهد و می تواند افغانستان را به سمت خودکفایی از لحاظ مواد نفتی برسد. با افزایش سرمایه گذاری ها در حوزه استخراج نفت در کشور، خوشبختانه افغانستان در ردیف کشورهای تولید کننده نفت در جهان شامل شد و سرمایه گذاری بیشتر در تولید و استخراج نفت میتونه که بگونه بالقوا و بالفعل در رشد اقتصادی افغانستان ما را کمک بکنه. اتاق صنایع و معادن افغانستان نیز میگویند که برای رشد اقتصادی نیاز است تا پروسس معادن به ویژه تیل و گاز در داخل کشور انجام شود. سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت در حوزه نفت آمودریا که قرار است چاهای نفت جدید استخراج شود، باید در داخل کشور تصفیه خانه های نفت ایجاد شود تا که ما در داخل کشور نفت را پروسس کنیم.
بر بنیاد آمارهای وزارت معادن و پترولیم با حفر 24 حلقه چاه جدید در ساحات آمو دریا تا 2000 تن نفت نیز بر سطح استخراج روزانه در کشور افزوده خواهد شد. افغانستان تا 3 سال آینده از لحاظ تولید نفت به خودکفایی خواهد رسید. وزارت معادن و پترولیم با یک شرکت خصوصی نفت خام استخراج شده از حوزه نفت آمو دریا را با 24.80 دلار کمتر از قیمت‌های بازار جهانی امضا کرده است. 60,000 تن نفت استخراج شده دریای حوزه آمو را گرفت منفی 24.80، یعنی از نرخ جهانی پی بشکه 24.80% پایین پی بشکه. این برادر 60,000 تن گرفت از وزارت. افغانستان تا 3 سال آینده از لحاظ تولید نفت به خودکفایی خواهد رسید. با آغاز استخراج نفت از چاهای بلاک قشقری حوزه آمو دریا در سرپل، مسئولین محلی این ولایت میگویند که تا 3 سال آینده افغانستان از لحاظ تولید نفت به خودکفایی دست خواهد یافت. برخی آگاهان نیز افزایش استخراج نفت در حوزه آمو دریا را تاکید می کنند. یک آگاه مسائل اقتصادی می گوید در استخراج تیل افزایش به وجود آمده که الحمدلله روزانه 11,000 تن ما استخراج داریم که در بهای تیل در بازار نیز تأثیر مثبت داشته است. اگر این روند ادامه داشته باشد سبب کاهش بی پیشنه بهای تیل در کشور خواهد شد. ظرفیت استخراج نفت از حوزه نفتی قشقری افزایش یافته و روزانه حدود 11,000 تن نفت از این حوزه استخراج می شود. این مقدار نفت روزانه از 18 حلقه چاه نفتی استخراج می شود. طبق آخرین ادعاها و اکتشافات در مورد نفت گاز در افغانستان در حدود 1.8 میلیارد بشکه نفت خام و 700 و یا 300 هزار میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و 562 میلیون بشکه گاز مایع وجود دارد. همچنین افغانستان توانایی استخراج روزانه 300 هزار بشکه نفت خام را دارا است که درآمد معادل سالانه 9 الی 10 میلیارد دلار برای افغانستان ایجاد می کند.